بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش خوش آمدید. شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم با رئیس کمپانی چین و هیئت همراهشان دیدار برای سرمایه گذاری برای معادن کشور بحث و گفتگو کردند. در این دیدار سرپرست وزارت معادن و پترولیم از علاقه‌مندی رئیس کمپانی متذکره غرض سرمایه گذاری بالای منابع معدنی و ایجاد فابریکه معیاری تصفیه نفت در افغانستان استقبال نموده، خواهان ایرایی پروپوزل آن کمپانی شده است. در اخیر سرپرست وزارت معادن و پترولیم افزود آن دست سرمایه گذاران خارجی که خواهان سرمایه گذاری بالای معادن کشور می باشند، وزارت معادن و پترولیم به منظور تشویق و جلب آنها آماده همکاری های قانونی و ایجاد سهولت های لازم برای آنان می باشد. این که در افغانستان چقدر سهولت ها برای سرمایه گذاران خارجی فراهم است، افغانستان از این منظر چقدر برای کشورها حائز اهمیت است و در نهایت کشور چین آیا منافع افغانستان را در قسمت همکاری در بخش استخراج معادن مد نظر خواهد گرفت؟ بیشتر بحث میکنیم با مهمان برنامه محترم محمد عیسی مبارز، آگاه مسائل اقتصادی، که از طریق خط تلفن در برنامه با ما وصل هستند. مبارز صاحب سلام، وقت شما بخیر، به برنامه خوش آمدید. علیکم السلام. سلامت باشین جناب مبارز. میخوایم نخواستین پرسش شبو پرسومین که سرمایه گذاری کمپانی های چینی بالای منابع معدنی کشور چقدر پایه های مثبت میتونه داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به شما، به همکاران شما و تمام شنونده های شما. علیکم سلام. ما که بگم شما ببینیم با طرح با کمپانی چینی نه، بس دیگر کشورهایی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنن و یا در داخل افغانستان مردم هستند که وفر معدن و همچو امثال معدن سرمایه گذاری میکنند در افغانستان، این برای رشد اقتصادی، رشد اقتصاد افغانستان بهتر و خوبتر است. و در اینجا باید ما شما تمرکز ما شما بالای شرکت های چینایی و شرکت های چینایی چقدر مؤثر است به منابع افغانستان، برای عواید افغانستان، برای تولیدات عواید داخلی افغانستان مؤثریت چه باید ما شما بدانیم. و این رقم باید به نظر بگیریم محقق صاحب که چرا امین تمام معادن ما شما و معادنای بزرگ مملکت سرمایه گذارای چینایی امو قرارداد شده، بدبختانه چینایی ها یا شرکت های چینایی امو وظایف خود از امو موقع با زمانی که ما با آنها قرارداد نمودیم کارهای خود درست انجام ندادند. خب باز هم بنابر مشکلات امنیتی و مشکلات داخلی یا دولت یا در قراردادها بوده و هم حل شده. یعنی دو سال یا دو نیم سال دولت کنونی تمام زمینه‌های سرمایه گذاری و قراردادهایی که قبلا انجام شده باید اینها اینمی قراردادها را باید ادامه میدادن، چون قراردادهایی هست که دیگه برای مردم افغانستان، در اقتصاد افغانستان، در منابع رشد منابع داخلی افغانستان رول عمده داره. خب با آن هم آنها همروزه این تلاش های خود دارن و میگن که ما امی بالای امی معدن سرمایه گذاری میکنیم و سرمایه گذاری ما جریان داره و مانند استخراج تیل آمودریا که آنها گفته که ما در اینجا یک فابریکه براش ایجاد میکنیم و میخواییم تیلی که استخراج میشه در داخل افغانستان باید زیر پروسش باشه و همچنان تمام کارگرای افغانی باید به این سهیم باشد. یه خوب عواید از بر افغانستان و در اینجا یک بخش عمده باید ما شما ببینیم و وزارت معدن ما شما، وزیر ما شما باید در این مورد بسیار محتاطانه عمل کنه، چون منابعی که ما شما، منابع سرشار معدنی که ما شما داریم باید از این استفاده از امی و
طوری که استفاده از این میشه باید عواید اعظمی و کارهای زیرزمینی یا در بخش کار شود که ما شما از او استفاده درست هم در آینده و هم در همین حالا داشته باشیم. واقعی باید در این مورد ما شما بسیار محتاط باشیم، تمام کادرهای افغانستان و تمام مردمایی که در این بخش سهیم هستن و دست دارن باید بسیار فکر کنن تا منابع افغانستانی نشه و از این درست استفاده شد. بله بسیار زیاد تشکر مبارسه. مبارسه همان گونه که شما هم در جریان هستین، هر شرکتی که میاد در افغانستان و علاقمندینشان میته برای اینکه در افغانستان سرمایه گذاری بکنه، مقامات امارات اسلامی بارها گفتن که اینها تلاش کردن و از سهولت های زیادی را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کردن. میخواییم بپرسم که افغانستان برای ایجاد زمینه های سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی چقدر تلاش کرده؟ محقق خیلی اگر ما شما ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا دولت کنونی میخواهد که مردم در اینجا سرمایه گذاری کنند یا نه. این رو خب ما شما خوب میدانیم که تمام وزارت های مربوطه که وامیخ در افغانستان در بخش تولیدات باشه، مثلا وزارت تجارت است، وزارت اقتصاد است و همچون وزارت معدن است، اینها میخواهند که در افغانستان مردم سرمایه گذاری کنند. خب یا به خاطر از این که بسیاری یک مشکل در افغانستانی است که افغانستان مردم به رسمیت آباره نشناخته، بسیاری از سرمایه گذاران نمیخواه که در افغانستان سرمایه گذاری کنه، چون یا به مشکلات مالی و مشکلات قراردادهایی که با افغانستان داشته باشد به مشکلات بین المللی روبرو میشه. و چون این تعاملی که باید افغانستان داشته باشه باید اول این را ما شما قطع کنیم. دومی است که ما دولت ما شما این تلاش داره که در افغانستان مردم بیان سرمایه گذاری کنند. بهترین این است که بر مردم افغانستان در داخل افغانستان هم زمینه سازی شده و این بهتر است که اول باید مردم افغانستان در تمام بخشایی که آنها وارد هستند و می توانند که از بخش عظیم یا معدن باشه تولیدات باشه سرمایه گذاری کنن، این عوایدش نظر به خارجی ها بسیار بهتر است. دومی که تمام وقتا ما شما میبینیم که معاون رئیس الوزراء و یا بخش های مربوط وزارت های مربوط میخواهند که در افغانستان سرمایه گذاری شوند و برای عزیز زمینه سازی هم شده و مردم هم آمده و تمام روزها دمی بخش جلسات و میتینگ ها هم داره شده و یک طرح بسیار خوب تره را هم شما شاهدی عزیزین، یک طرح به اشخاصی که سرمایه گذاری میکنند در افغانستان برای آنها ایجاد شده تا او طرح بسیار آسان و سهل باشه، آسان باشه که سرمایه گذار بتانه با آسانی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. و دیگر این که کدام مشکل با کدام مشکلی که آنها روبرو میشن میتونه از اینمی کمیسیونی که ایجاد شده یا اینمی طرح ده که ایجاد کردن میتونن اما مشکلات خود بسیار عاجل مرفوع یا رفع بسازن. سرزاد تشکر مبارس. یک بخش بسیار مهم که قابل ذکر است برای سرمایه گذاران خارجی بخش البته بحث امنیت موجود در افغانستان است. شما در جریان هستین که در گذشته ها این موضوع مطرح بحث بود و سرمایه گذاران همین مورد را پیشکش میکردن که به علت نبود امنیت در افغانستان نمیتونن سرمایه گذاری بکنن، که خوشبختانه بعد از پیروزی امارات اسلامی امنیت در افغانستان تامین شده. موجودیت امنیت و همچنان افزایش علاقمندی سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران داخلی که در افغانستان افزایش پیدا کرده چقدر میتونه در بلند بردن اقتصاد افغانستان مؤثر واقع شود؟ محقق صاحب میگوید که باید دو تکو تغییر فکر کو اپل دولو که کچیر پیو مملکت که سرمایه گذاری کیگی یا دی سرمایه گذاری لپاره زمینه سازی کیگی، اول بخش سیده دا امنیت ده. با امنیت بندی باید میگو تاسیدیت تمرکز کلو امنیت باید سرقه مثلا وی دی سرمایه گذاران لپاره باید میگو تاسید سرقه امنیت کین کو سنگه و کوالی سو سرمایه گذاران تا حقا مثلا جایونه یا دی بودو باش حقا بخشونه و تا مساعد کلو ترسو پوری و کوالی سی پدیر مسئول توگا لخپل سرمایه نه لگنه و کلی. دوم خبر داده محقق سید که دلته باید یوشی تا بلم هم توجه وی چې کله یو سړی یا یو شخص یا یو مملکت په افغانستان کې غواړي سرمایه گذاری
چیز دو غلام نه په وخت باندې مثلا کې امکان دي وسی دغه خی په مایل سی مثلا په دې باندې چور سی تبا سی مثلا دې سرمایه له منځه لاړ سی اوس موږ ته چې د خوشبختانه د دغه نسبی هغه امنیت نه باید ګټه پورته کړو تر څو پورې د امنیت په خوالي کې درسته ترینه استفاده وسی د امنیت پایدار پاتې سی که چیرې په دغو معدنونو یا په دغو بخشونو باندې یا په تولیداتو باندې کار کوو نو دې سره کولی شو چې موږ ته هغه امنیت له دې نسبي امنیت نه یا له دغه هغه مصنوعي امنیت نه حقیقي امنیت ته واوړو. حقیقي امنیت هغه وخت راتلی چې محقق ته چې دلته کار وي، خلق مشغول وي، خلق ښه عواید ترلاسه کړي، نو بیا کولی شو موږ تاسې امنیت ولرو. اوس چې دغه امنیت راغلی، د دې امنیت د ټینګښت لپاره، د دې امنیت د رشد لپاره بهترینه لاره دا ده چې د افغانستان دولت، د افغانستان خلق او اوسنی دولت او د افغانستان په دغه جغرافیه کې کوم خلق ژوند کوي، د دې لپاره کار وکړي تر څو پورې کاري زمینه خلکو ته مساعده کړي. د کاري زمینې په مساعدولو سره کولی شو دغه مشکلات حل کړو. نو محقق صاحب بهترینه لاره دا ده کومې وظیفې یا کومې تګلارې چې دوی ترسره کړې دي او غواړي په افغانستان کې د امنیت د پایښت لپاره باید هر څه عاجل د اشخاص، افراد یا مملکتونه هغه خپل فعالیتونه ترسره کړي چې دې لپاره ښه زمینه مساعده کړي. درسته ده چې د دولت چارواکي مثلا خلک غواړي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، خو بعضې ځایونو کې شاید مشکلات هم وجود ولري. د هغو مشکلاتو د موانع لپاره، د هغو مشکلاتو د حل لپاره باید کار وسي. لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو، باید هغه مالي سیستم د افغانستان باید جوړ شي، په دې باندې هم باید کار وسي تر څو پورې وکولی شي دا له خپلې سرمایه نه درسته هغه کوم عواید چې ترلاسه کوي یا کومه سرمایه افغانستان ته راواردوي، له دې نه هغوی ښه ګټه ترلاسه کړي. او دومه خبره دا ده چې د دغه امنیت سره باید موږ تاسو هغه عواید ترلاسه کړو چې د افغانستان هغه پلانونکي یا پلان جوړونکي یا ستراتیژیک اشخاص، افراد، د دې لپاره داسې یو پلان باید په نظر کې نیولی وي چې وکولی شي افغانان له دې نه یو ښه استفاده ترلاسه کړي. مبادا په آینده کالونو کړي دغه افغانان چې نن د دې سرمایه ګذاري لپاره خوشحاله دي، په آینده کې له دې سرمایه ګذاري نه دوی خفه ونه اوسي. نو د اوسني دولت نه مداخله ده چې دغه زمینه چې د سرمایه‌ګذاران لپاره جوړه شوې ده باید دوی درسته سل فیصده اعظمي استفاده ترینه وسي. او دوم، سرمایه ګذاران هم باید دغه زمینې ته په کتو سره خپل فعالیتونه شروع کړي تر څو پورې خلک واقعي امنیت ته ځان عیار کړي. چې په دې سره که ښه عواید ترلاسه کولی سو، یو سړی، یو کارګر، یو هغه اشخاص، افراد چې هغه غواړي د خپل بچیانو ته یو څه درآمد ولري، یو څه عواید مز ترلاسه کړي، نو د دغه سرمایه ګذاري په اساس به هغوی په کار شي. نو د دې سره کولی شو هغه خلک چې هغه امنیت ګډوډوي، نو هغه ته به فرصت پیدا نه شي چې خلک له لارې وباسي او امنیت خراب کړي. نو بهترینه خبره دا ده چې د دغه امنیت نه باید ټول خلک استفاده، اعظمي استفاده وکړي تر څو پورې آینده هغه اصلي امنیت منځته راشي. مبارسه بخوایم بپرسم که چرا کشور چین، همون گونه که در مقدمه هم اشاره کردم که سرپرست وزارت معادن و پترولیم با رئیس یک کمپانی چینی دیدار کرده و همچون روی سرمایه گذاری بالای منابع معادن کشور بحث کردند، چرا کشور چین بیشتر از هر کشور دیگر در بخش سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر علاقه مندی نشان می دهد؟ بخش داریم. یکی خویی هست که باید ما شما بالای از این تمرکز داشته باشیم که آیا چینایی ها مثل خودت که گفتی که چرا اینها میخواین در افغانستان سرمایه گذاری کنه و بهترین امو عواید یا فرصت ها یا امو قرارداد هایی که با عوایدش به افغانستان زیافت، اینها او را انتخاب میکنه و از دیگر کشورها یا پیشتاز هستند. اول خویی است که ما شما که میبینیم که چین یک کشور پیشرفته اقتصادی است، اینها میخوان که از منابعی که در افغانستان وجود داره از استفاده کنند. دومی است که اینها میخوان که یک رابطه هم اجتماعی، هم سیاسی و هم امی همسایه‌داری که با افغانستان دارد، یا اینها میخوان که یک رابطه خوبی دیگه هم داشته باشند. چرا؟ افغانستان یک همسایه چین است و این میتونه که بسیار خوب درست اما استفاده داشته باشه یا می
میتونن به بسیار آسانی به افغانستان دسترسی داشته باشند. دومی است که چین هم یک موضوع دیگر را که بسیار در نظر گرفته ای است که معادن افغانستان فلحال هیچ دست نخورده و اگر بعض آنها را دست هم خورده باشد اینها میخواید این روش بتد تا استفاده را که اینها میخواید و یا اقتصاد پیشرفته که یا دارن یا ماشینری خوبتر که اینها دارن میتونن از این خوبتر استفاده کنند. خوب بدبختانه چینایی ها هر قرارداد را که در افغانستان امضا کرده و یا قرارداد نمودن در یک مشکلات سلسله مشکلات هایی است که آنها امو کارهای خود را بسیار درست انجام نداده. همیشه در کارهای اینها کندی مواجه شده و یا دیده می شود. بسیار کند هستند در کار خود. و دیگه چینایی ها می خواهد که به خلیج فارس را پیدا کنند چی تو بتوانند که امی تولیدات خود را به دیگر کشورها برسانند، به اون کشورهایی که به نرخ بالا بر رسیدگی میتونند میتونند از افغانستان خوبتر رسیدگی بتوانند. اینمی نقاطی است که چین میخواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند و باید بر افغانستان چیز مهم است، باید افغانستان از سیاست اجتماعی که مثلا چین اگر خدای نکرده در افغانستان از او استفاده میکنه باید روی کرده یا فعالیت های از واگر چون ما شما با همچون مشکلات ها در قبل مواجه شده بودیم که باید از این مشکلات ها پیش از پیش باید ما شما پیشبینی داشته باشیم. دومی استفاده باید مردم افغانستان یا دولت افغانستان بتوانند که او استفاده که برای مردم افغانستان برای آینده افغانستان خوبتر باشه، نیم که تمام عواید چینایی ها ببره و بر افغانستان در معاینده چیز باقی نمانه. ما باید دولت افغانستان هم باید از این فرصت هایی که چین میخواد افغانستان سرمایه گذاری کنه هم داشته باشیم و چینایی ها هم باید از فرصت هایی که افغانستان یا همسایی اینها که دارن یا منابع سرشار که اینها دارن و ماشینری یا اجناسی که افغانستان ندارن که از این استفاده کنن و یا در این بخش سرمایه گذاری کنن و استخراجش داشته باشن مثل معدن دریای آمو تیل سمیت رو مسعینه کرد و دیگر قراردادهای خرد و کوچک که اینها امضا کردن باید از این هم استفاده کنن و مردم افغانستان هم یک چیز عواید دیده که مردم افغانستان در نظر داره و برایش محیا بسازن و برایش دادیه نباید. بله مبارز صاحب، شما چه فکر میکنین حالا که چین علاقمندی بیشتر داره به بخش سرمایه‌گذاری در افغانستان و در بخش استخراج معادن، به نظر شما آیا منافع افغانستان را در قسمت همکاری در بخش استخراج معادن چین مد نظر میگیره یا خیر؟ معتقد صاحب، ما شما باید هم دولت ما شما و چینایی ها و قرارداد خود انجام میده و اشخاص مسلکی یا اکسپرت تیاردارن و میفهمند که اگر این قرارداد ما چقدر دهی عواید داشته میباشیم و چقدر مثلا میتونیم بیر استخراج و از کدام ماشینری و از کدام کارمندای خود استفاده کنیم. آنها خود تمام بخشا یا تمام عباد از این را تیار دیده بر افغانستان یعنی مهمی است که چطور بتانیم کشور چین با قرارداد که ما با آنها داشته اداریم و یا قرارداد مینمیم باید در این بخش ما شما یک پلان استراتژیک خوب داشته باشیم، چون اگر ما شما بفهمیم که چینایی ها از منابع افغانستان درست استفاده نمی کنند باید ما شما معاهده داشته باشیم که فصل قرارداد کنیم. باید ما بدانیم که کدام زمان اینها از منابع ما شما سوء استفاده می کنند باید برای آنها باید گفته شود که از منابع افغانستان باید به اونو طریقه استفاده صورت دیرد طوری که ما شما در قرارداد ذکر نمودیم. بدون از قرارداد و در قرارداد باید معاهده هم وجود داشته باشد که در آن اگر منافع افغانستان کم باشد باید ما شما این را تجدید نظر کنید، چرا منابع یا معادن افغانستان تمام مربوط تمام اقوام و اقشار افغانستان میشد، این تنها به مربوط دولت نمیشه، این تنها مربوط هم ولایت نمیشه که در ولایت استخراج میشه، تمام افغانستان باید از این استفاده بهره برداره و در تمام افغانستان باید فعالیت های زیربنایی صورت بگیره، چون
این منابع که در افغانستان وجود داره ای از تمام اقشام اقوام و اقشار است و در جغرافی افغانستان باید به مصرف برسه و اگر سوء استفاده خدای نکرده سوء استفاده صورت میگیرد دولت افغانستان و تمام اقوام افغانستان میتوانند که این قرارداد را فسخ نمایند چون ما هم میخواهیم که قرارداد صورت بگیره که به نفع مردم افغانستان باشه و هم به نفع چین باشه چون آنها سرمایه گذاری میکنه. مبارز نقش کشورهای همسایه را شما چگونه میبینین در قسمت همکاری های اقتصادی با افغانستان، در قسمت مثلا گسترش روابط اقتصادی افغانستان با جهان؟ موقعیت اگر ما شما ببینیم تجارت یا اقتصاد یا رابطه اقتصادی یا با کشورها یا با همسایه و یا به داخل افغانستان، ما شما باید همه روزه ای را ما شما دید و بازدید داریم. از یک دکاندار میتونیم که دکاندار پالویش که او هم جنسی که مثلا اردش هم نو اجناس را وارد میکنن و میپروشن و چه مشکلات داره، همینطور کشورهایی که همسایه ما شما و هم همین مشکلات داره. چطور میتونیم ما دکاندار که جنسای هم نو وارد میکنن و میخواهند دیره چه قسم به مردم بپروشن و چه قسم تعادل در میان خود نگه دارن؟ اینمی قسم پالیسی که یک دو تا دکاندار انجام میده اینمی تو باید در کشورها هم باشه. ما شما وزارت های خارجه داریم و وزارت خارجه وزیفیش در بخش اقتصاد در بخش سیاست اینمی هست که چطور بتانیم روابط افغانستان با کشورهای همسایه باشیم و روابط جهانی ما شما در بخش اقتصادی باید چه قسم باشه، در بخش سیاسی باید چه قسم باشه. این که بهترین گپی است به مردم افغانستان، ما شما مشکلات را که با همسایه ها داریم باید بالای از این ما شما جلسات داشته باشیم، جلسات داشته باشیم که تا آنها را قانع بسازیم که چرا مشکلات را با افغانستان داریم و با همسایه دیگه که آنها دارند این مشکل را همچون مشکل ندارند. بهترین رایی است که به خاطر از این باید اشخاص افرادی که آنها بدانند که چطور همچه مشکلات حل میتونه و همچه مشکلات که در خارج از کشورها و میان آمده و آنها چطور این را حل کرده باید از او استفاده شده. بعدا باید ما شما با مشکلات را که با همسایه ها داریم یا با جهان داریم میره حل کرده میتونیم. این بسیار یک گپ آسان هم هست. یه دونید که مثلا ما شما بگیم هیچ امکان پذیر نیست که ما با همسایه های خود که و مشکلات را که با وجود میاریم یا در بخش اقتصادی مشکلات به میان میه چه قسم میره حل کنیم. برای تمام کشورها هم قبلا همه تو مشکلات آمده و مشکلات ها حل کرده و برای ما شما مدر این تو مشکلات پیش میه یا استاجاری به و یا استاجاری به قبلی که مردم افغانستان داره یا مردم های اشخاصی که با تجربه ای که ما شما داریم میتونیم از نظر از استفاده کنه هم تو مشکل حل کنیم. بله مبارز، به عنوان آخرین پرسش میخواییم با پرسش شما این که شما هم در جریان هستین که در بیشتر از دو سال حاکمیت امارات اسلامی همواره در بخش گسترش روابط اقتصادی و در بخش بلند بردن اقتصاد کشور تلاش های بشماره کرده. شما هم در جریان هستین، پروژه های زیادی در افغانستان به کار انداخته شده و همچنان کشورها تشویق شدند تا در افغانستان با استفاده از امنیت موجود سرمایه گذاری داشته باشند. از شما میپرسم که شما با توجه به این تلاش ها آینده اقتصادی افغانستان را چگونه میبینید؟ همچه پیشرفت ها و یا پروژه های خورترک کوچک و بزرگ و یا متوسطی که در افغانستان یا انجام میشه و یا مردم برای ازی میخواهد که را انجام بته و یا در بالای ازی کار شروع نماید، به خاطر ازی چی کنیم؟ مثلا اگر هر فعالیتی که در افغانستان شروع میشه و یک بخش مهمه برای مردم افغانستان است، این است که مردم افغانستان جلب توجهش به کشور خود به کشورشان میشه و آنها میخواهند که چطور با کشورش علاقه داشته باشند، چون در کشور از یا فعالیت های یا پروژه های درست انجام میشه و چطور میتونند که از این پروژه ها برای اینها هم یک عواید داشته باشد. و دیگر این که همچون پروژه های اقتصادی و یا کارهای بنیادی اقتصادی که در افغانستان انجام میشه ۱۰۰٪ تاثیر مثبت بالای وضعیت افغانستان، بالای مردم افغانستان، بالای
کشور ما شما داره، و دیگر این که هر پروژه‌ای که عملی میشه و زمانی که سرمایه گذارهای خارجی آن را مشاهده میکنند میدانند که چطور بتانند که همچو پروژه های آنها داشته باشند که از او یا خوب سود یا خوب سود مفاد به دست آورده میتانند، چون تمام سرمایه گذارها برای سود یا منفعت کار میکنند، نه برای از این که مثلا در کشور آباچه او به خاطر از این کار میکنند که چطور از سرمایه خود مثلا یک میلیونی رو چطور دو میلیونی بسازند. خود دولت افغانستان یا دو کشوری که اینها سرمایه گذاری که مانند افغانستان از پروژه بعد یا مثلا از سرمایه گذاری که آنها دیگه انجام میتن، چطور بتانیم که همچون فعالیت هایی که آنها انجام میتن ما شما چطور سود به افغانستان کسب کنیم، چطور میتانیم که پروژه بنیادی یا اونمو کار که آنها انجام میتن هم استفاده عظمی در افغانستان شد و هم مردم بتوانند که کارهای خوبتر را انجام بدن تا آینده افغانستان خوبتر شود. ما میبینیم همه روزه معلومات یا امو گزارشات اوچا یا مثلا از سازمان غذایی جهان میبینیم که 29% مثلا مردم افغانستان 29 میلیون مردم افغانستان در زیر فقر زندگی میکنه و همه روزه ما شما با این مشکلات رو بروستیم. برای از این پروژه ها میتونیم همچون مشکلات را در آینده حل بسازیم. بسیار زیاد تشکر جناب محترم محمد عصام مبارز آگاه مسائل اقتصادی از این که در برنامه فرصت گذاشتین. تشکر. و شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش شما هم یک جهان سپاس که تا این دم شنونده برنامه ما بودین. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.